داستان‌های فارسی سفرهای شگفت‌انگیز سندباد قسمت اول. سلام تاک. سلام تیک. میتونم یه چیزی ازت بپرسم؟ چرا این اقیانوس همیشه خسته کننده است؟ خسته کننده؟ در مورد چی حرف میزنی؟ این اقیانوس پر از ماجرا و مسافرای شجاع و نترسه. آره، ماجراهای آبی، امواج مثل سنگای گرانبها و این مسافران خیلی شجاعن که غذاهای کهنه‌شون رو به من میدن. حالا ولش کن، خیلی منفی نباش. هر از گاهی هم سر و کله مردی پیدا میشه که شجاعت و عشق بی پایانی رو برای ناشناخته ها از خودش نشون میده، مثل سندباد. سندباد؟ آره، ناخدا سندباد. نمیشناسیش؟ صبر کن، بیا بریم سراغ ظرف جادویی. سفرهای اون ارزش دیدن رو دارن. خب این فقط آبه، نکنه میخوایی براش ورد بخونی؟ آه نه، ورد که خیلی قدیمی شده. نگاه کن و یادی بگیر. آب، آب روشن آبی، هرچی درونت هست و به ما نشونی بده. آب جادویی، داستان ناخدا سندباد و به ما نشونی بده. به بغداد خوش اومدید، شهری هیجان انگیز و خونه‌ای برای ناخدا سندباد. سندباد، من شنیدم که تو برای تجارت عازم سفر به بازار دیگری هستی. بله عمو جان، من انقدر احمق بودم که همه پولیو که پدرم به دست آورده بود خرج کردم. دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. من باید تجارت اونو ادامه بدم. من فردا با سایر افراد بغداد عازم سفر میشم. بسیار خوب پسر، سفر سلامت، سفر خوبی داشته باشی. و بنابراین سندباد بغداد رو برای اولین سفر خودش ترک کرد. سندباد اولین سفر خارجیشو خیلی دوست داشت. نسیم، باد، آب‌های آبی بیکران و تازه اونا توجه سندباد رو جلب کردن، اما کم کم ازشون خسته شد. دلش میخواست روی زمین قدم بذاره، اما هیچ نشونه ای از جزیره توی اون نزدیکی‌ها وجود نداشت. اما ناگهان کاپیتان، من میتونم یه جزیره کوچیکو ببینم. آره کاپیتان، نگاه کن. این آب داشت منو میکشت. بالاخره به خشکی رسیدیم. این جزیره خیلی زیباست. ای سندباد، کجا میری؟ غذا آماده است. زود برمیگردم. میخوام یه کمی این دوروبر رو ببینم. همه چیز زیباست، اما من احساس میکنم یه چیزی اشتباهه. زمین یکم متفاوته. صبر کن ببینم. این دیگه چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چرا زمین داره حرکت میکنه؟ باید به کشتی برگردم. سندباد با تمام سرعت فرار کرد، اما اون از ساحل خیلی دور شده بود. راه برگشت طولانی بود. از طرف دیگه تجار دیگه هم حرکت زمین رو احساس میکردن. چرا جزیره تکون میخوره؟ شما هم احساس میکنیم؟ ای از خواب بیدار شین، این جزیره داره حرکت میکنه. ظاهرن این چیزی اشتباهه. آره بیاین برگردیم به کشتی. فرار کنین، اینجا جزیره نیست، این یه نهنگه که خوابیده. ما اونو با آتش بیدار کردیم. نه چرا، این نهنگ روی آب خوابیده. مواظب باشین. بله درسته، این نهنگ اونقدر خوابیده بود که روی اون جزیره رشد کرده بود. اونا خیلی ترسیدن، حتی نمیدونستن کی سوار کشتی شده، کی جا مونده. سندباد به سرعت میدوید، اما بعد وای، زمین داره فرو میره. چه اتفاقی داره میفته؟ نهنگ داشت توی آب فرو میرفت و همه جنگل هم همراهش بود. صبر کن. سندباد فکر کرد که همه چیز برای اون تموم شده و دنیا به آخر رسیده، اما سرنوشت چیز دیگه‌ای برای اون توی ذهن داشت. افرادم، کشتی رفته، حالا باید چی کار کنم؟ نباید ناامید بشم، این آب حتما منو به یه جایی میبره. سندباد روزها و شبای زیادی و روی تنه درخت شناور بود. سرانجام به ساحل رسید، ولی اونقدر خسته بود که بلافاصله خوابش برد. وقتی بیدار شد خیلی گرسنه و تشنه بود.
نه، اینجا که چیزی وجود نداره. اگه بخوام زنده بمونم باید از این برم بالا. حتما اونجا یه چیزی وجود داره. واه، اینجا کجاست؟ آب. آه چه لذتی. وقتی تو کشتی بودم دلم برای زمین تنگ شده بود، اما حالا که اینجا هم دلم برای آب تنگ شده. آه، خیلی گرسنمه. این سر و صدای چیه؟ اسبا. از مردم زیادی اینجا زندگی میکنن. تو اسب قوی هستی. سوارکارت کجاست؟ سلام، ما هیچ وقت تو رو اینجا ندیدیم. تو کی هستی؟ اوه، من خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم با آدمیزاد روبرو بشم. نگران نباشین، من دزد یا چیز دیگه ای نیستم. خیلی گرسنه بودم، واسه همین به جنگل اومدم تا غذا پیدا کنم. من ناخدام. روی یه جزیره شناور بودم، اما در واقع اون جزیره یه نهنگ بود و منو غرق کرد. من الان یه نهنگ. باشه، فکر کنم سرت به جایی خورده دوست من. بیا اول بهت غذا بدی. آره، به سرم ضربه خورده، اما اون واقعا یه نهنگ بود. اما بله، بهتر یکم غذا بخورم. و بعدش اون منو با خودش پایین کشید. منظورم اینه که فکرشو بکنید، همه این سالها نهنگ با یه جنگل روی پشت شناور باشه، یه جنگل بزرگ. بعد چند نفر که آتیش روشن کردن مجبورش کنن بره زیر آب. من از عصبانیت نهنگ اصلا تعجب نکردم، اون حق داشت عصبانی بشه. باید بهتون بگم که خدمه من به هیچ وجه منو جا نذاشتن، چون لنگرا رو کشیدن. نمیتونم سرزنششون کنم، اونا هم از ترس جونشون فرار کردن. از شانس بد من تنها کسی بودم که توی دریا خوابم بود. بد شانس؟ درباره چی صحبت میکنی؟ داستانت خیلی جالبه. میدونی ما تنها یه بار در سال برای غذا دادن به اسب پادشاه به این منطقه میایم. اگه فردا بیدار میشدی ما رفته بودی. اینجوری هیچ وقت راهی برای رسیدن به یه آبادی پیدا نمی کردی. آبادی؟ آره، جایی که مردم توش زندگی می کنن. بذار تو رو اونجا ببری، پادشاه از شنیدن داستان تو خوشحال خواهد شد. سربازا سندباد و تو بخش مسکونی این جزیره راهنمایی کردند. این منطقه یه سرزمین پادشاهی کوچیک با افراد مهربون بود. سندباد با شاه ملاقات کرد و داستانش رو تعریف کرد. این دریا پر از شگفتی و اسرار واقعیه. تو مرد شجاعی هستی. من از افرادم میخوام که به خوبی از تو مراقبت کنن. آه، این سخاوت شما رو نشون میده. بیشتر از اون چیزی که آرزوشو داشتم. صبح امروز فکر میکردم تو این جزیره میمیرم، اما الان در مقابل یه پادشاه سخاوتمند وایستادم. لطفاً اجازه بدین براتون یه کاری انجام بدم. یعنی میخوای اینجا زندگی کنی؟ تحت تاثیر قرار گرفتم. گفتی قبلا تاجر بودی و تجارت میکردی، درسته؟ من یه کار خوب برات سراغ دارم. میتونی در نگهداری سوابق تمام کالاهایی که به این بندر حمل میشن به ما کمک کنی؟ آه، عالیه. سندباد از این که به اونا کمک میکرد خیلی خوشحال بود. در عوض اونا هم زندگی اونو نجات دادن. چند هفته گذشت و سندباد از کارش خسته شد. حالا چطور باید به بغداد برگردم؟ هیچ راهی وجود نداره که پادشاه کشتی رو برای برگشت به من قرض بده. اصلا چطوری میتونم برگردم؟ من راهو بلدم، اما اینم میدونم ممکنه دوباره با نهنگ روبرو بشم. شرط میبندم زندگی اون از من پرماجراتره. وقتی که سندباد مشغول ثبت بارها بود، پس این به سندباد تعلق داره. ثبت کنید سندباد؟ من تو رو میشناسم. واقعا؟ فکر نمی کنم شهرم تا این حد آشنا باشه. این بار به تاجری که تو کشتی ما بود تعلق داشت. ناخدا سندباد، متاسفانه ما اونو تو دریا گم کردیم. چه جالب، من ناخدا سندباد هستم. منم پادشاه این سرزمینم. اصلا شوخی جالبی نبود. من پادشاه اینجا رو میشناسم، دارم راست میگم. من قضیه نهنگو میدونم. اون منو تو آب غرق کرد. من واقعا سندبادم، باور کنید راست میگم. من که اصلا درباره نهنگ به شما چیزی نگفتم. پس داری حقیقت رو میگی. نه سندباد، واقعا خیلی خوشحالم که دوباره میبینمت. با ما میای؟ آره حتما، دلم برای خونه تنگ شده. باید پادشاهو ببینم و همه چی رو براش توضیح بدم.
سندباد، تو خیلی خوششانسی که میتونی به خونت برگردی. اینجا خیلی سخت کار کردی. از افرادم میخوام که دستمزد تو پرداخت کنن. اینو نگه دار. سفر خوبی برات آرزو میکنم. شما خیلی مهربون و بخشنده هستین قربان. بنابراین سندباد سوار کشتی شد و به سمت خونه و خونواده خودش حرکت کرد. وای تاک، این اقیانوس پر از رمز و رازه. یه جنگل روی پشت یه نهنگ، کی فکرشو میکرد؟ تنها فقط این نیست که تیک، ببینم تو داستان تخم مرغ شنیدی؟ در مورد مارها چطور؟ چی؟ نه، برام تعریفش کن. همه ی اونا رو سر فرصت برای تعریف میکنم دوست من. حالا بیا بریم یه چیزی بخوریم، من خیلی گرسنمه. باشه، بیا بریم رو نهنگ خوابیده بشینیم. چی؟ نه، من الان نمیتونم اینقدر پرواز کنم.